تیم فوتبال ایران که در فروردین ماه با سرمربیگری امیر قلعه‌نویی دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های سوریه و کنیا انجام داده بود، امروز در دومین اردوی آمادگی تو تورنمنت کافا به مصاف تیم افغانستان رفت. افغانستان با یه ترکیب دگرگون شده نسبت به قبل توی مسابقات شرکت کرد و بسیاری از بازیکنهای این تیم بازیکنهای جوان بودن و گفته میشه یه سری از بازیکنهای با سابقهش به خاطر گرایش‌های سیاسی که داشتن از تیم ملی کنار گذاشته شدن. در مقابل تیم ایران با تمام بازیکنهای خودش از جمله لژیونرها به این تورنمنت رفته، سابقاتی که انتقادات زیادی به کیفیت برگزاری و تیم‌های حاضر تر اون مطرح میشه. با این وجود ایران با ترکیب هجومی خود تونست تو دقیقه 20 گل اول بازی رو به ثمر برسونه. روی ارسال حاج‌طفی به تیرک دوم، سردار آزمون با ضربه سر گل اول بازی رو به ثمر رسوند. درست یک دقیقه بعد پاس رو به جلوی کنعانی زادگان رو سردار آزمون با پاس چیپ تماشایی از بین دو مدافع افغانستان به مهدی طارمی رسوند تا اون تو موقعیت تک به تک با یه ضربه روپا دروازه افغانستان رو برای بار دوم باز کنه. مجدداً تو دقیقه 28 روی خطایی که دروازه‌بان افغانستان روی محبی انجام داد، داور یک پنالتی به نفع ایران اعلام کرد که طارمی پشت تو و زدن ضربه خلاف جهت حرکت دروازه‌بان دروازه تیم افغانستان رو برای بار سوم باز کرد. اما تو دقیقه 42 این تیم افغانستان بود که روی ضد حمله چیزی نمونده بود که گل اولی خودشون رو به ثمر برسونن، اما موسوی مهاجم این تیم توپو به شکل عجیب از روی خط دروازه نتونست عبور بده تا پیام نیازمند اون رو در اختیار بگیره. داد شماره 19 افغانستان محمد جابت هوشیار باشن، از فضایی که پشت سر احسان حاج‌صفی به وجود اومده بود میتونست این بازیکن موسوی دروازه رو باز کنه. تا اینکه تو دقیقه آخر نیمه اول جهانبخش بود که تونست گل چهارم ایران رو روی پاس زیبای سردار آزمون به ثمر برسونه. اما حرکت همیشگیش رو انجام میده، دامی میره تا علیرضا جهانبخش روی پاس سردار آزمون گل رو به ثبت برسونه. چرا دید و آرمی هم چه آگاهی نویتی بالایی داشت. با شروع نیمه دوم بازم تیم ایران بود که روی پاس در عمق دیدنی امید نورافکن مهدی طارمی در موقعیت تک به تک قرار گرفت تا این بازیکن گل پنجم ایران و مقابل افغانستان به ثمر برسونه. تا در این مسابقه سه گله بشه. آره خوبه امید نورافکن تو بدن خوبی گذاشت و توپو گرفت. پاس در عمقش ببینید بین دو مدافع عالی امید نورافکن برای مهدی طارمی و دروازه‌ای که به راحتی باز میکنه. اصلا خوب زاویه نبست فیصل حمیدی. حرکتی که انجام میشه پاس برای شیرزاد، پا عوض میکنه و اعلام خطا پشت محوطه جریمه. و بالاخره تو دقیقه 65 ضربه ایسکایی که برای تیم افغانستان در سمت چپ محوطه جریمه ایران گرفته شده بود با شوت پای راست محکم و استثنایی فرشاد نور به کنج دروازه فرستاده شد و گل اول افغانستان به ثمر رسید. در باز کنه التماس دعا داریم از شما بینندگان عزیز در این لحظات ملکوت. اما فقط دو دقیقه کافی بود که رضا اسدی بازیکن
تیم تراکتور که دقیقه 56 به جای سردار آزمون وارد زمین شده بود، گل ششم ایران رو وارد دروازه افغانستان کنه و به این ترتیب ایران با نتیجه 6-1 در اولین مسابقه تدارکاتی خودش تیم افغانستان رو شکست بده. شما همراهان گرامی، نظر خودتون رو در مورد این تورنمنت و حضور ایران در این تورنمنت برامون تو قسمت کامنت ها بنویسید. به امید موفقیت ایران و ایرانی. خدا نگهدار. تمایل به هجوم رو از خودش نشون داد. صادق محرمی سریع پاسو براش ارسال کرد و در نهایت هم با یک بغل پای مطمئن دروازه فیصل حمیدی باز شد.